این روزها به هر جای ایالات متحده آمریکا که نگاه میکنید میبینید که آمار ابتلا به ویروس کرونا در آن در حال افزایش است. اما این ویروس اکنون در وسط یک نمایش سیاسی گیر مانده است. این که آیا رئیس جمهور ترامپ اجازه همکاری میان حکومت خود و تیم انتقالی جو بایدن برنده پیش بینی شده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را خواهد داد یا خیر؟ تا کنون رئیس جمهور ترامپ که بدون ارائه هیچ سند و مدرک ادعا دارد که در این انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است، اجازه آغاز روند انتقال قدرت به حکومت جدید را نداده است. تیم انتقالی بایدن میگوید که این کار ایالات متحده را که در میان موج همگیری ویروس کرونا قرار دارد به خطر می اندازد. به نفع کشور است اگر تیم انتقالی بتواند از ارزیابی های تهدیدات این ویروس مطلع شده و در خصوص برنامه های توزیع واکسن آگاه شود. ضرورت است بدانیم که ذخیره های مواد ضروری کجاست، وضعیت ماسک و دستکش چگونه است. معلومات زیادی است که لازم است منتقل شود. نمیتوان تا دقیقه اخیر صبر کرد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهور ترامپ طی 5 ماه گذشته در هیچ یک از جلسات کاری هیئت مبارزه با ویروس کرونا شرکت نکرده است، ولی هفته گذشته وی درباره جدول زمانی توزیع واکسن ویروس کرونا صحبت کرد. این روند فوراً آغاز می شود. میلیون‌ها دوز واکسن کرونا با زودی آماده توزیع خواهد شد. این واکسن آماده و منتظر تایید نهایی است. برد جیروور، عضو هیئت رسیدگی به ویروس کرونا حکومت رئیس جمهور ترامپ میگوید که تلاش های حکومت برای مبارزه با این ویروس به طور گسترده با مردم ایالات متحده به شمول تیم جو بایدن شریک شده است. می خواهم تا جایی که امکان دارد با همه واضح حرف بزنم. این یک مسئله سیاسی نیست. این موضوع درباره صحت عامه و نجات جان مردم امریکاست و به نظرم هیچ چیزی از این مهمتر نیست. جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، از رهبران جمهوری خواه خواسته است تا قصر سفید را برای تشریک معلومات مربوط به این ویروس و امنیت ملی با تیم بایدن ترغیب کند. به نظرم ضرورت است تا جمهوری خواهان توضیح دهند که ما با انتقال یا تسلیمی حکومت ضرورت داریم و هر چی زودتر باید اقدام به این کار کنیم. بر مبنای گزارش پوهنتون جانز هاپکینز، در ایالات متحده در حال حاضر نزدیک به 11 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا و نزدیک به 246 هزار مرگ و میر ناشی از این ویروس به ثبت رسیده است و از نظر تعداد ابتلا به این ویروس، امریکا در صدر کشورهای جهان قرار دارد.